از عمر ابن خطاب خلیفه مسلمین به یزدگرد سوم شاهنشاه پارس. یزدگرد، من آینده روشنی برای تو و ملت تو نمی بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا بپذیری و با من بیعت کنی. تو سابقا بر نصف جهان حکم میراندی، ولی اکنون که سپاهیان تو در خطوط مقدم شکست خورده اند و ملت تو در حال فروپاشی است، من به تو راهی را پیشنهاد می کنم تا جانت را نجات دهی. آغاز کن به پرستش الله واحد، به یکتا پرستی، به عبادت الله یکتا که همه چیز را او آفریده. ما برای تو و برای تمام جهان پیام او را آورده ایم، او که الله راستین است. از پرستش آتش دست بردار و به ملت خود فرمان بده که آنها نیز از پرستش آتش که خطاست دست بکشند. به ما بپیوند، الله اکبر را پرستش کن که خدای راستین است و خالق جهان. الله را عبادت کن و اسلام را به عنوان راه رستگاری بپذیر. به راه کفر آمیز خود پایان بده و اسلام بیاور و الله اکبر را منجی خود بدان. با این کار زندگی خودت را نجات بده و صلح را برای پارسیان به دست آر. اگر بهترین انتخاب را می‌خواهی برای عجم‌ها انجام دهی، با من بیعت کن. الله اکبر. امضا خلیفه مسلمین عمر ابن خطاب. از شاه شاهان، شاه پارس، شاه سرزمین‌های پرشمار، شاه آریایی‌ها و غیر آریایی‌ها، شاه پارسیان و نژادهای دیگر، شاه فرمانروایی پارس، یزدگرد سوم ساسانی به عمر ابن خطاب خلیفه تازیان. به نام اهورامزدا، آفریننده زندگی و خرد. تو در نامت نوشته‌ای می‌خواهی ما را به راه راست هدایت کنی، به راه خدای راستینت، الله اکبر، بدون اینکه هیچ گونه آگاهی داشته باشی که ما که هستیم و چرا می پرستیم. این بسیار شگفت انگیز است که تو لقب فرمانروای عرب ها را برای خودت قصد کرده ای، در حالی که آگاهی و دانش تو نسبت به امور دنیا به همان اندازه عرب های پست و مزخرفگو و سرگردان در بیابانهای عربستان و انسانهای عقب مانده بیابانگرد است. مردک، تو به من پیشنهاد میکنی که خداوند یکتا را بپرستم، در حالی که نمیدانی هزاران سال است که ایرانیان خداوند یکتا را میپرستند و روزی 5 بار به درگاه او نماز میخوانند. هزاران سال است که در ایران، سرزمین فرهنگ و هنر، این رویه زندگی روزمره ماست. زمانی که ما داشتیم مهربانی و کردار نیک را در جهان میپروراندیم و پرچم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را در دستهایمان به اهتزاز در می‌آوردیم، تو و پدران تو داشتند سوسمار می‌خوردند و دخترانتان را زنده به گور می‌کردید. شما تازیان که دم از الله می‌زنید، برای آفریده‌های خدا هیچ ارزشی قائل نیستید. شما فرزندان خدا را گردن می‌زنید، اسرای جنگی را می‌کشید، به زنها تجاوز می کنید، دختران خود را زنده به گور می کنید، به کاروانها شبیخون می زنید، دسته دسته مردم را می کشید، زنان مردم را می دزدید و اموال آنان را سرقت می کنید. قلب شما از سنگ ساخته شده است. ما تمام این اعمال شیطانی را که شما انجام می دهید محکوم می کنیم. حال با این همه اعمال قبیح که انجام می دهید، چگونه می خواهید به ما درس خداشناسی بدهید؟ تو به من می گویی از پرستش آتش دست بردارم. ما ایرانیان عشق به خالق و قدرت خلقت او را در نور خورشید و گرمی آتش می بینیم. نور و گرمای خورشید و آتش
ما را قادر می‌سازد که نور حقیقت را ببینیم و قلب‌هایمان برای نزدیکی به خالق و به هم‌نوع گرم شود. این به ما کمک می‌کند تا با همدیگر مهربان‌تر باشیم و این نور اهورایی را در اعماق قلبمان روشن می‌سازد. خدای ما اهورامزدا است و این بسیار شگفت انگیز است که شما تازه او را کشف کرده اید و نام الله را بر روی آن گذارده اید. اما ما و شما در یک سطح و مرتبه نیستیم. ما به هم نوع کمک می‌کنیم. ما عشق را در میان آدمیان قسمت می‌کنیم. ما پندار نیک را در بین انسان‌ها ترویج می‌کنیم. ما هزاران سال است که فرهنگ پیشرفته خود را با احترام به فرهنگ‌های دیگر بر روی زمین می‌گسترانیم، در حالی که شما به نام الله به سرزمین‌های دیگر حمله می‌کنید، مردم را دست دسته می‌کشید، خشکسالی برمغان می‌آورید و ترس و تهی‌دستی به راه می‌اندازید. شما رفتارهای شیطانی را به نام الله انجام می‌دهید. چه کسی مسئول این همه فاجعه است؟ آیا الله به شما دستور داده قتل کنید، غارت کنید و ویران کنید؟ و یا اینکه پیروان الله به نام او این کارها را انجام می‌دهند، و یا هر دو؟ شما می‌خواهید عشق به خدا را با نظامیگری و قدرت شمشیرهایتان به مردم یاد بدهید. شما بیابانگردهای وحشی می‌خواهید به ملت متمدنی مثل ما درس خداشناسی بدهید. ما هزاران سال فرهنگ و تمدن در پشت سر خود داریم. تو به جز نظامیگری، وحشیگری، قتل و جنایت چه چیزی را به ارتش عرب‌ها یاد داده‌ای؟ چه دانش و علمی را به مسلمانان یاد داده‌ای که حالا اصرار داری به غیر مسلمانان نیز یاد بدهی؟ چه دانش و فرهنگی را از اللهت آموخته‌ای که اکنون می‌خواهی به زور به دیگران هم بیاموزی؟ افسوس و ای افسوس که ارتش پارسیان ما از ارتش شما شکست خوردند و حالا مردم ما به زور شمشیر مجبورند همان خدای خودشان را این بار با نام الله پرستش کنند و همان پنج بار نماز را بخوانند ولی به زبان عربی، چون گویا الله شما فقط عربی می فهمند. من پیشنهاد می کنم که تو و همدستانت به همان بیابانهایی که سابقا عادت داشتید در آن زندگی کنید برگردید. آنها را برگردان به همان جایی که تعلق دارید، چون برای شما جایی در شهرهای متمدن ما و در میان ملت پاکیزه ما وجود ندارد. این گروه سنگدل را آزاد مگذار تا مردم ما را بکشند، زنان و فرزندان ما را بروبایند، به زنهای ما تجاوز کنند و دخترانمان را به کنیزی به مکه بفرستند. نگذار این جنایات را به نام الله انجام دهند. به این کارهای جنایتکارانه پایان بده. آریایی ها بخشنده، خونگرم و مهمان نوازند. انسانهای پاک که به هر کجا که بروند تخم دوستی، عشق، آگاهی و حقیقت را خواهند کاشت. بنابراین آنها تو و مردم تو را به خاطر این کارهای جنایتکارانه‌ات مجازات نخواهند کرد. من از تو می‌خواهم که با الله اکبرت در همان بیابان‌های عربستان بمانی و به خاطر داشتن عقاید ترسناک و خوی وحشیگری از نزدیک شدن به شهرهای آباد و متمدن ما خودداری کنی. امضا یزگرد سوم ساسانی.